به نام خدا، مجددا سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان و همکاران گرامی. تشکر می کنم از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید و موضوعی که من میخوام امروز در رابطه باش صحبت کنم مبحث تایدی تیوزدی هستش. همه ما میدونیم که نرم افزار آر استودیو و حالا یا آر توانمندی های خیلی زیادی داره، به شرط اینکه بدونیم کجا چی استفاده کنیم و در رابطه با این مهارت ها بتونیم توانمندی های خوبی رو کسب کنیم. خب هر کدوم از ما به عنوان دیتا ساینتیست ممکنه که دیتا ست هایی که در اختیارمون قرار میگیره نیاز باشه که تایدی کنیم، تر و تمیز و مرتبش کنیم که قابلیت استفاده کردن داشته باشه، حالا چه برای آنالیز کردن و چه برای در واقع رسم گراف ها. خب همینطور که میدونیم کتاب بسیار خوب و معروف هدلی ویکهام تحت عنوان آر فور دیتا ساینس اخیرا خیلی مورد توجه قرار گرفته که با استفاده از پکیج هایی که در این کتاب معرفی شده مثل تایدیورس و پکیج های همراهش مثل جی جی پلا، دیپلر آر، خب قابلیت های خیلی زیادی دارن. ما برای این که بتونیم از این پکیج ها استفاده کنیم لازمه که مثل تمامی قسمت های دیگه آر و تمامی مطالب مرتبط با آر لازم هستش که تمرین های زیادی روی این مبحث داشته باشیم. مسلما این که ما بتونیم دیتا ست هایی رو پیدا کنیم که نیاز باشه در ابتدا مرتب بشن، تاییدی بشن، دیتا های ریل پیدا کردنشون یه مقداری سخت هستش. تایدی تیوزدی در واقع یک کامیونیتی هست که به صورت هفته‌ای روزهای دوشنبه در واقع اینجا گفته شده. وقتی ما توی گوگل تایدی تیوزدی رو سرچ میکنیم اولین پیجی که به ما نشون داده میشه و پیج مرتبط با تایدی تیوزدی هستش پیج اصلی هست که درون گیت هاب قرار گرفته، در واقع ریپوزیتوری هستش که مربوط به گیت هاب هست و وقتی که ما تایدی تیوزدی رو درون فضای گیت هاب باز میکنیم با یک همچین صفحه‌ای مواجه میشیم که در واقع فردی به نام توماس موت این رو راه اندازی کرده و اینجا هم توضیحات لازم تایدی تیوزدی رو آورده. خب همینطور که گفتم این در واقع دیتا پروژکت برای یادگیری بهتر پکیج های تایدیورس، دیپلر و جی جی پلات هستش و در واقع مهارت اصلی که ما میخواییم که کتاب آر فور دیتا ساینس رو یاد بگیریم با استفاده از این دیتا ست ها خیلی بهتر میتونیم یادگیریمون رو انجام بدیم. همینطور که گفتم روزهای دوشنبه یک دیتا ست واقعی درون پیج گیت هاب قرار میگیره، پیج تایدی تیوزده که درون گیت هاب هست قرار میگیره. حالا نحوه فراخوانی دیتا ها و بقیه موارد رو خدمتتون عرض میکنم. فقط اینجا گفته شده قوانینی که وجود داره ما بتونیم از این دیتا ست استفاده کنیم مثل تمامی قوانین مرتبط با پژوهش که حالا باید مباحث اخلاق رو توش رعایت کنیم این هستش که این دیتا ست ها صرفاً بُعد آموزشی دارن برای ما و نمیتونیم که اجازه نداریم که از این دیتا ها برای نوشتن مقاله هایی بخوایم استفاده کنیم و یا به نام خودمون بتونیم در مقاله ها پابلیش کنیم. مورد بعدی این که این دیتا ها خودشون از دیتا های اورجینال هستند که یا مربوط به کمپانی های خاص هستند و یا مربوط به در واقع دیتا رجیستری های بزرگی هست که در اختیار ما قرار داده شده و خب مسلماً ما باید مسائل کپی رایت رو در نظر بگیریم.
و هر جایی که این دیتا ها استفاده شده یا مقاله چاپ شده ما اجازه نداریم که بیایم این گراف هایی که توی اون مقاله گذاشته شده رو جاج کنیم، یعنی مثلا به این عنوان که چون خودمون یه نموداری رو میایم میکشیم بعد حالا بیایم نمودارهای مرتبط با اون مقاله رو جاج کنیم یا مثلا قضاوتی در رابطه با اون مقاله داشته باشیم، چرا که این دیتا در اختیار ما قرار داده شده صرفا به خاطر بُعد آموزشی که داره. مبحث دیگه ای که وجود داره انتشار کردن و یا منتشر کردن این گرافی هست که ما رسم میکنیم. خود تایدی تیوزدی این اجازه رو به ما داده که وقتی ما گرافی رو در واقع رسم می‌کنیم با استفاده از این دیتا ست هایی که درون پیج گیت هاب تایدی تیوزدی قرار گرفته شده، ما اجازه داریم که برای ایجاد ارتباطات بیشتر این گراف هامون رو تو پیج شخصیمون توی توییتر نشر بدیم و با استفاده از هشتگ های تایدی تیوزدی و rstat میتونیم حالا اطلاعات اون دیتا ست، اطلاعات و تاریخ اون هفته‌ای که داریم از این دیتا ست استفاده میکنیم رو ذکر کنیم و با هشتگ های تایدی تیوزدی و rstat عنوان کنیم که ما داریم از این دیتا ها استفاده میکنیم و بتونیم توی پیج توییتر خودمون این گراف رو شیر کنیم و در واقع باعث ایجاد کامیونیتی میشه. در همین راستا برای اینکه در واقع ما بتونیم این گراف رو نشر بدیم یک پکیجی توی نرم افزار آر وجود داره به نام آر توییت. این مربوط میشه به حالتی که ما گرافمون رو رسم کردیم و میخوایم این گراف رو در توییتر نشر بدیم. حالا راه ساده تری که وجود داره اینه که مستقیما، یعنی گرافمون رو سیو کنیم روی سیستم، مستقیما وارد پیج توییتر خودمون بشیم و مثل بقیه موارد، بقیه حالتهایی که یک پستی رو توییت میکنیم، این گراف رو هم توییت کنیم. این حالت ساده هست. اما راه دیگه‌ای که براش وجود داره اینه که بتونیم با استفاده از پکیج rtweet این گراف رو راه اندازی، یعنی در واقع توی خود توییتر نشر بدیم و بتونیم با استفاده از این پکیج کدهای خودمون با استفاده از اون لینک گیت هاب در واقع قرارش بدیم. چیزی که اینجا باید بهش توجه داشته باشیم اینه که وقتی ما میخواییم از پکیج rtweet استفاده کنیم نیاز هستش که با خود توییتر مکاتبه داشته باشیم تا به ما یک توکن بده تحت عنوان یک توکن، تحت عنوان یک در واقع سیکیوریتی کد هستش که به ما اجازه میده که وارد در واقع سرورهای خود توییتر بشیم، چرا که ما با استفاده از پکیج rtweet میتونیم فرض کنید که خود کلمه rstat رو سرچ کنیم یا مثلا تایدی تیوزدی رو سرچ کنیم و تمامی اطلاعات مربوط به این هشتگ رو ببینیم. خود توماس موک هم هر هفته این کار رو انجام میده و میاد مثلا کلمه rstat رو سرچ میکنه و تعداد دفعاتی که این کلمه ریتوییت شده رو به شکل یک نمودار ارائه میده. ببینید الان وقتی که شما میخواید از این پکیج استفاده کنید نیاز هست که یک توکن داشته باشید، همینطور که توی خود این پکیج هم میبینید توضیح داده ابتدای پکیج که نیاز هست این توکن رو از سرور توییتر دریافت کنید. شما باید به خود توییت آندرلاین دیولوپر به این آدرس در واقع وارد بشید و بهشون ایمیل بزنید و بگید که من میخوام توکن مربوط به در واقع اکاونت توییترم رو دریافت کنم و ازتون درخواست میکنم که این توکن رو در اختیار من قرار بدید. من این کار رو انجام دادم. ببینید به این آدرس developer.twitter.com شما وارد این آدرس که میشید رجیستر میکنید، اکاونت توییترتون رو هم میزنید و درخواستتون رو ارسال میکنید. اما مسئله که وجود داره اینه که
به این راحتی اون توکن رو در اختیار شما قرار نمیدن. چندین بار ایمیل به من زدن و پرسیدن که حالا چه اهداف سیاسی یا اقتصادی پشت این درخواست شما قرار داده و برای چی میخواید این توکن رو داشته باشیم، چرا که ما داریم به سرور اصلی توییتر دسترسی پیدا میکنیم. و خب مسلماً من در تمام جواب این ایمیل ها بهشون توضیح دادم، گفتم که این مسئله فقط بُعد آموزشی داره، من میخوام از این پکیج در نرم افزار آر استفاده کنم. بعد از تقریباً 2 هفته احراز هویت شدم و اون توکن رو در اختیار من قرار دادن و به این ترتیب شما میتونید وقتی اون توکن رو دریافت کردید، گرافی که از تایدی تیوزدی دارید رسم میکنید رو توی توییتر بارگذاری کنید. خب تا اینجا در رابطه با بارگذاری کردن اون گرافی که رسم کردیم صحبت کردیم، اما بیایم سراغ اصل ماجرا که گفتیم یک دیتا ست در پیج تایدی تیوزدی در فضای گیت هاب قرار میگیره و ما لازم هست که این دیتا ست رو فراخوانی کنیم و در نرم افزار آر استودیو حالا گراف های مرتبط با اون دیتا ست رو رسم کنیم. علاوه بر اون توی پیج اصلی گیت هاب که مربوط به تایدی تیوزدی هست، اینجا اطلاع رسانی کرده که شما میتونید حتی به عنوان کسی که دارای یک دیتا ست خوب هست با تایدی تیوزدی کانتریبیوت داشته باشید. 2 تا روش وجود داره، اینجا 2 تا روش رو آماده کرده در رابطه با اینکه چطور میتونید دیتا ستی رو که مربوط به خودتون هست به تایدی تیوزدی بدید که در هفته های بعدی این دیتا ست رو بارگذاری کنن و شما هم به عنوان کسی که دیتا ست رو در اختیار اونها قرار دادید کانتریبیوت بشید. و خب مسلماً همه ما میدونیم که این کانتریبیوشن هایی که ما داریم همشون باعث ثبت یک پروژه در پیج گیت هاب شخصی خودمون میشه و همینطور که یه جلسه خانم عطار در رابطه با گیت هاب صحبت کردن، هر کدوم از ما میتونیم پروژه هامون رو توی گیت هاب ثبت کنیم، هم به عنوان کسی که توی دیتا ست شیر کردن دیتا ست کانتریبیوت داشته و هم به عنوان کسی که در واقع میخواد هر هفته این دیتا ها رو آنالیز کنه و گرافش رو رسم کنه، میتونیم هر کدوم از هفته ها رو به عنوان یک پروژه در فضای گیت هاب خودمون قرار بدیم. خب اینجا هم هر دو روشی که مربوط به ثبت کردن دیتا ست وجود داره رو ما داریم میبینیم. خب مسئله بعدی که وجود داره اینه که چندین بار هم خود توماس ماک توی پیج توییترش و هم چندین قسمت از پیج گیت هاب به این موضوع اشاره کرده که شما وقتی که گرافتون رو دارید در واقع توی توییتر نشر میدین، لازمه که یک آلترناتیو تکست هم کنار این پست توییترتون قرار بدید. آلترناتیو تکست میتونه در رابطه با نوع گرافی که انتخاب کردید، اون چارتی که انتخاب کردید و نوع دیتا باشه. و دلیل این که اصلا این چارت رو انتخاب کردید برای این دیتا ست، میتونید چند خطی توضیحاتی رو بنویسید و با تحت عنوان آلترناتیو تکست میتونید این متن‌ها رو درون پست توییتر خودتون اضافه کنید که حالا اینجا باز تکست رو توضیح داده. خب توی از پیج اصلی خود تایدی تیوزدی که ما وارد شدیم، میبینیم که اینجا دیتا ست ها وجود دارن و یا اینکه همینطور که دیدید پایین صفحه که بیایم، پایین صفحه خود تایدی تیوزدی که بیایم، ببینیم که در واقع تایدی تیوزدی از سال 2018 راه اندازی شده، ارائه شده و هر هفته طبق اون تاریخ که در واقع ثبت میشه دیتا ست ها رو درون پیج قرار میده. ببینید وقتی که من الان سال 2022 رو که در واقع انتخاب کنم،
میبینید که از ماه اول شروع کرده و هر هفته این دیتا ست ها رو قرار داده. این فقط مربوط به سال 2022 هستش. اینجا میبینید که 2022 دیتا. خب توی هفته های متفاوت وقتی که دیتا رو میذاره دو تا سورس قرار بوده. حالا در واقع توی این جدولی که دارید میبینید هم تاریخ رو قرار داده هم دیتا رو قرار داده که ما رو هر کدوم از اینا که کلیک کنیم میتونیم دیتا رو ببینیم. اینجا هم سورس دیتایی که در واقع ازش برداشتن از حالا یک کمپانی خاص بوده یا یک مقاله خاص بوده. در واقع خیلی وقتا دیتاهایی رو که داره توی پیج تایدی تیوزدی ارائه میدن از یک کمپانی های خاص هستش و با کسب اجازه و مسائل حقوقی این دیتا رو در پیج تایدی تیوزدی قرار دادن. گاهی اوقات هم همینطور که میبینید این دیتاست ها مربوط به یک آرتیکل یا یک مقاله چاپ شده هستش که ما میتونیم رو هر کدوم از اینا که کلیک کنیم میتونیم مقاله رو ببینیمش. اما خب هم این مقاله که در اختیار ما قرار داده شده میتونه به ما یک گایدلاین بده که چه گرافی برای این دیتا ست مناسبه و هم به مرور زمان وقتی ما هفته های متفاوت تایدی تیوزدی رو چک کنیم دیتا ها رو ببینیم و یا در واقع گراف هایی که توی توییتر نشر داده میشه رو چک میکنیم به مرور زمان مثل یک کاری که حالا توش تجربه کسب میکنیم خودمون میتونیم تشخیص بدیم که چه گرافی مناسب این دیتا ها هستش. الان امروز چهارشنبه است، دوشنبه شب که حالا احتمالاً به خاطر اختلاف ساعتی که وجود داره تقریبا میشه سه شنبه صبح خیلی زود، مثلا 3 و 4 صبح ما میشه، توماس موک میاد و این دیتا ست رو که قرار میده توی پیج گیت هاب توی توییتر هم اطلاع رسانی میکنه. یعنی ما اگر پیج شخصی توماس موک رو داشته باشیم نوتیفیکیشن میاد که دیتا ست مربوط به این هفته در پیج گیت هاب بارگذاری شده. الان در هفته مربوط به 2 روز پیش که حالا در واقع پریشب دیتا رو بارگذاری کرد مربوط به در واقع تکنولوژی ادابشن هستش که من وقتی روی این لینک کلیک میکنم ببینید این مقاله‌ای که حالا چکیدش هم اینجا دارید میبینید اینجا اومدن در رابطه با گلوبال تکنولوژی دیتا ستشون رو قرار دادن و تحت عنوان چت دیتا ست، چرا که از این ابریویشن از تکنولوژی اند دیولپمنت اند اکسپریمنتال اف دی دیتا گرفته شده که ابریویشنش شده چت، تحت عنوان چت دیتا ست مقاله رو چاپ کردن. میبینید که در واقع توی همین سال 2022 این مقاله چاپ شده. اینجا توضیحات رو دادن، چکیده مقاله رو میبینید، 19 می 2022 این مقاله چاپ شده و همینطور که بریم پایین میبینید که در واقع اینجا هم این تیبل هایی که بازم میشه این تیبل ها رو بار استدیو رسم کرد و گراف های مربوط به، ببینید این گراف ها همشون رو ما میتونیم به عنوان یک ایده از این گراف ها یه ایده بگیریم و اون گراف مد نظر خودمون رو روی دیتا ست پیاده کنیم. میتونیم همین گراف، دقیقا همین گراف رو، یه مقدار من گراف رو بزرگتر کنم، هم میتونیم دقیقا همین گراف ها رو رسم کنیم و هم اگر ایده ای علاوه بر این دیتا این نمودارها داشته باشیم میتونیم نمودار مرتبط دیگه ای رو رسم کنیم. پس بنابراین این مقاله ای که اینجا قرار داده شده به ما یک گایدلاین دیتا ست استفاده کنیم. خب برمیگردیم به در واقع خود پیج گیت هاب و روی خود این تکنولوژی ادابشن که من کلیک کنم دیتا ستی که مربوط به این هفته هست، باز مجددا اینجا میبینیم که در رابطه با آلترناتیو تکست دوباره راهنمایی کرده، تاکید کرده
و گفته حتما آلترناتیو تکست رو به پست توییترتون اضافه کنید که چارت تایپ، تایپ آف دیتا و دلیل استفاده از این چارت رو توضیح بدید. چیزی که وجود داره، یه خوبی و یا مزیتی که این در واقع تایدی تیوزدی داره اینه که میاد و در رابطه با اون دیتاستی که قرار میده توی پیج توضیحاتی رو هم اینجا می نویسه که هم ممکنه این توضیحات در واقع داخل اون مقاله دیده بشه و یا توضیحات اضافه برای پژوهشگر یا دیتا ساینتیست که بتونه در واقع گراف متناسب‌تری رو داشته باشه. اینجا الان این توضیحات رو در رابطه با این دیتاست تکنولوژی ادابشن گذاشته که این دیتاست چی هست و همینطور که گفتیم به صورت ابریویشن تحت عنوان چت دیتابیس داره استفاده میشه ازش، که حالا تکنولوژی و در واقع در گذر زمان توی کشورهای مختلف تکنولوژی ها مربوط به واکسن های مختلفی هستش که استفاده شده. خب موضوع مهمی که وجود داره اینه که ما چطوری این دیتاست رو فراخوانی کنیم. خب هفته های متوالی این دیتاست در پیج گیت هاب قرار میگیره و ما برای این که بتونیم نمودار متناسب با این دیتاست رو رسم کنیم توی گام اول میدونیم که برای کار کردن با دیتاست در واقع ما باید دیتا رو ایمپورت کنیم، بتونیم در نرم افزار آر استودیو ایمپورتش کنیم و دیتا رو فراخوانی کنیم. این قسمت دقیقا زیر هر دیتا ست رو که ما کلیک میکنیم زیر اون دیتا ست اومده نحوه این که دیتا ست رو چطوری ما میتونیم بگیریم توضیح داده که حالا مشابه هست، همه ی هفته ها مشابه هست به جز این قسمت آخرش که تاریخش و یا هفتش عوض میشه. ببینید همینطور که حالا گفته بودم توی پوستر هم دیدید نیاز هست که ما پکیج تایدی تیوزدی آر رو نصب کنیم. ما وقتی که پکیج تایدی تیوزدی آر رو رسم در واقع نصب میکنیم، این استال میکنیم در آر استودیو، میتونیم با استفاده از این سه تا دستور دیتا ست رو مستقیماً توی آر استودیو اکسپورتش کنیم. دستور اول که میبینید تیوز دیتا که حالا در واقع با استفاده از فانکشن مربوط به خود پکیج تایدی تیوز دی آر هستش که فقط کافی ما دیتا در واقع دیت یا تاریخ اون دیتا ست رو اینجا بنویسیم. یا روش دوم این که میتونیم سال اون دیتا ستی که داریم ازش استفاده میکنیم که در زمان حال 2022 هستیم و هفته مد نظرمون، هفته که الان ما داخلش قرار گرفتیم هفته 29 هستش. نگاه کنید اینجا اگر که دقت کنید اینجا ببینید هفته رو زده، یعنی اگر شما تمایل داشتید که اینجا شماره های هفته رو زده، یعنی اگر شما تمایل داشتید که از هفته های قبلی استفاده کنید، دیتا ست های هفته قبل استفاده کنید، کافیه یا تاریخش رو از اینجا بردارید یا هفته مرتبط باهاش رو بردارید. شاید شما مثلا بخواید برای اینکه توی این زمینه اکسپرت بشید و یا تجربه کسب کنید لازم داشته باشید که هفته های قبلی رو هم کار کنید، روی دیتا ست های هفته های قبلی کار کنید. میتونید اینجا هفته مرتبط باهاش رو انتخاب کنید و دیتش رو بردارید و در نهایت همینطور که گفتم روی هر هفته که کلیک کنید پایین اون دیتا ست توضیحات رو داده که گفتم روش اول این هستش که ما تاریخ رو با استفاده از فانکشن تایدی تیوزدی آر هفته رو داخل در واقع کد ذکر کنیم، بگیم سال 2022 هفته 29 ما بخوایم دیتا ستش رو برداریم. و روش سوم هم که در واقع روش منوالی هستش، میتونیم از همینجا دیتا ست رو
در واقع روی خود دیتا ست که اینجا کلیک کنیم، اینجا میتونیم دیتا ست رو با فرمت CSV سیف کنیم، دانلودش کنیم و مثل دیتا ست های معمولی که خودمون باهاش کار میکنیم این رو توی دیتا در واقع توی آر استودیومون فراخوانی کنیم با همون دستور read CSV read underline CSV که حالا همیشه ما دیتا هامون رو به همین شکل فراخوانی میکردیم، میتونیم به صورت دستی یا منوالی در واقع دیتا رو در نرم افزار آر استودیو فراخوانی کنیم که حالا ترجیحاً من خودم این چند وقتی که با تایدی تیوزده کار کردم با همین دستور کار کردم، خیلی راحت بود. فقط فراموش نکنید که باید پکیج تایدی تیوزده آر رو قبلش نصب کنید. خب تا اینجا در رابطه با فراخوانی دیتا صحبت کردیم، اما خب لازمه علاوه بر اون توضیحاتی که اینجا ارائه کرده لازمه که ما بدونیم این متغیرهایی که درون دیتا ست هستن هر کدومشون از چه کلاسی هستن و چه فرمتی میبینیم. اما اینجا تحت عنوان دیتا دیکشنری اومده توضیح داده که در واقع این دیتا ست ما چند تا وریبل داره، کلاس یا فرمت هر کدوم از این وریبل ها چیا هستند، کاراکتر هستند، دابل هستند یا حالا استرینگ هستند. توی این دیتا ست این هفته ما هیچ گونه در واقع متغیر استرینگی نداشتیم، اما هفته های قبلی متغیرهای استرینگ هم داشتیم. خب همینطور که میبینید اینجا اومده دیکشنری از دیتا هم فراهم کرده که اطلاعات اضافه تری در رابطه با این دیتا ست به ما میده. خب من خودم وقتی هفته‌ای که میخواستم چندین هفته در واقع توی توییتر گراف ها رو فالو میکردم و با هشتگ تایدی تیوزدی نگاه میکردم ببینم متناسب با این دیتا ها هر کسی چه نموداری رو انتخاب کرده، چرا که گاهی اوقات لزوماً ما نمیخوایم از این گرافی که خود مقاله پیشنهاد داده استفاده کنیم، شاید که بخوایم از گراف‌های دیگه‌ای که حالا با فرمت دیتا همخوانی داشته باشه بخوایم استفاده کنیم. اما چیزی که در واقع به من کمک کرد که بتونم گراف متناسب با دیتا رو ببینم و بشناسم این بود که توی سرچی که انجام دادم دو تا سایت، در واقع سه تا سایت پیدا کردم که فکر میکنم خیلی سایت های خوبی بودن، چرا که یک آرشیو کلی از در واقع گراف های متفاوتی که ما میتونیم همراه با پکیج جی جی پلات داشته باشیم، نه همشون زیر مجموعه های پکیج های جی جی پلات هستن، خودشون رو باید فراخوانی کنیم اما هم جی جی پلات رو هم حتما باید فراخوانی کرده باشیم. ببینید من سرچ که کردم اینجا همینطور که میبینید جی جی پلات اکستنشن ها هستن، یک گالری هست از نمودارهای متفاوتی که متناسب با اون دیتا ستی که هر هفته در اختیار ما قرار داده میشه ما باید بتونیم تشخیص بدیم چه گرافی الان متناسب با این دیتا ستی که این هفته قرار داده شده هست و بهتر از چه گرافی ما استفاده کنید. همینطور که میبینید اینجا یک در واقع گالری بسیار خوب و متفاوتی از نمودارهایی که میتونیم رسم کنیم وجود داره که روی هر کدومشون که کلیک کنیم، مثلا فرض کنید من الان به طور مثال روی این نمودار که کلیک میکنم، شما میتونید توضیحات اضافه این نمودار رو ببینید، نحوه استفاده از این پکیج رو ببینید و مثل تمامی پکیج های دیگه میتونید این نمودار رو مثلا استفاده کنید برای دیتا هایی که این هفته در تایدی تیوزده قرار گرفته. این یه دونه پیج بود، یه دونه صفحه بود که در واقع یک اکستنشن گالری از جی جی پلات داشت و همچنین این پیج هم پیج بسیار خوبی بود. همینطور که میبینی یک
سرفصل داده، مثلا فرض کنید هیت مپ ها یا اسکتر پلات ها، بار پلات ها، پارل پلات یا نمودارهای دایره ای، که حالا وقتی روی هر کدوم باکس پلات، مثلا من روی خود باکس پلات که کلیک میکنم، باز اینجا باکس پلات های متفاوتی که وجود داره و هر کدومشون فرمت متفاوتی دارن رو میبینید که توی در واقع گروه باکس پلات وجود داره، که حالا باز برمیگرده به اون خلاقیت خودتون و تجربه‌ای که در گذر زمان و هفته‌های متوالی کسب می‌کنید، میتونید مثلا از این پلات‌ها استفاده کنید، یا اینکه فرض کنید روی این حالا نمودارهای دایره شکل که من کلیک کنم، سیرکولیت بار پلات ها هستن، باز میتونه به شما ایده بده که این هفته دیتایی که قرار داده شده به چه صورت میتونه این هر کدوم از این گراف ها بهتون کمک کنه. چرا که وقتی آدم بار اول هست، هفته های اول هست، داره از تایدی تیوزدی میخواد مشارکت داشته باشه و استفاده کنه، شاید که سخت باشه دیتا ست رو که میبینید بگید که خب حالا چه نموداری برای این دیتا ست مناسبه. این پیج که حالا ببینید آر گراف گالری، اگه خواستید سرچ کنید آر گراف گالری هستش، و این یکی هم EXT جی جی پلات هست که از مخفف اکستنشن جی جی پلات هست. این در واقع صفحاتی هست که میتونه به شما کمک کنه. خب بریم سراغ در واقع خود فراخوانی دیتا ست، و همونطور که گفتیم که در واقع ما میخواییم که دیتا رو فراخوانی کنیم. همینطور که میدونید در واقع من حالا این هفته به خاطر اینکه حالا دو روز پیش کووید مثبت شد، فرصت نکردم که خیلی زمان زیادی بذارم و دیتاهای این هفته رو روش کار کنم. یک نمودار ساده فقط تونستم برای این هفته رسم کنم، اما هفته های قبلی که حالا هفته 28 که هفته قبلی بود، هفته 28 در واقع نمودار متناسب تری رو تونستم رسم کنم که این نمودار بود که مربوط به پروازهایی هست که در از سال 2016 تا همین 31 می 2022 بود، که حالا می‌خواستیم ببینیم روند پروازها در کشورهای متفاوت در ایام کرونا نسبت به قبل و بعدش چه فرمتی داشته، چه ترندی داشته. این مربوط به هفته 28 هستش، اما هفته 29 که همین دو روز پیش بوده، در یعنی در واقع تاریخ 19 بود، خب پکیج تایدی تیوزدی آر رو که فراخوانی کنیم، اینجا پکیج رو فراخوانی که می‌کنیم، با استفاده از همون دستوری که بهتون گفتم، فقط کافیه که تاریخ رو در واقع فراخوانی کنیم و ببینید به همین راحتی در واقع دیتا فراخوانی میشه. و زمانی که من بخوام حالا دیتام رو ببینم، دیتا تحت عنوان تکنولوژی هست و من وقتی دیتا رو بخوام ببینم، مربوط به این هفته هست. همینطور که میبینید تکنولوژی های متفاوت مربوط به واکسن های متفاوت هست، مثلا واکسن BCG که مربوط بچه ها توی برای افزایش سطح ایمنی بچه ها استفاده میشه، که حالا کاتگوریش مربوط به واکسن ها هستش. همینطور که میبینید در واقع این دیتا ستی هستش که 7 کالم یا متغیر داره و ببخشید 491636 اطلاعات مربوط به 491636 بیمار، در واقع
فرد توی سالهای متفاوت، ببینید اگر من بر اساس یه اینو سورتش کنم، میبینید که در واقع مربوط از سال 1820 هست توی کشورهای متفاوت و در واقع تکنولوژی های تولید کننده ها و یا مصرف کننده ها که وجود داره. در واقع اینجا با دیدن ویو کردن دیتا ست به ما کمک میکنه که ما یه فرضیات ذهنی از این دیتا ست داشته باشیم. خب که حالا میگم من در رابطه با دیتا ست این هفته نمودار خیلی زیبایی در واقع نیست، ولی شما به بزرگی خودتون ببخشید. دیتا در واقع نموداری که من تونستم برای این هفته رسم کنم یک بار پلات هست، یعنی در واقع جملاینی هستش که حالا نمودار خطی تونستم رسم کنم که حالا بر اساس اون وریبلی که طبقه بندیش کردم و بر اساس اون وریبل نمودار خطی خودم رو رسم کردم. اما دیتا ستی که مربوط به هفته قبل بود جای یعنی وقت بیشتری داشتم که بتونم نمودارهای بهتری رسم کنم. ببینید چیزی که حالا تجربه که چند وقت اخیر من دارم روی تایدی تیوزدی کار میکنم، دستوراتی که میخوایم ازش استفاده کنیم که بتونیم یک نمودار مناسب رو رسم کنیم، دستورات سخت و پیچیده‌ای نیستن. در واقع همون دستوراتی که درون کتاب R for Data Science وجود داره، چند دستور مهم گروپ بای، میوتیت، سلکت کردن یا آن گروپ کردن، فیلتر کردن، تمامی این دستورهایی که در واقع همینطور که میبینید منم ازشون به شدت استفاده کردم و دستور خاصی نیست که شدن این نمودارها، نه فقط همون چند تا، یعنی اگر که توی کلاب ها شرکت کرده باشید که حالا مربوط به کتاب R for Data Science بوده یا خود کتاب R for Data Science رو خونده باشی، همون چند دستور مهمی که میوتیت، سلکت، فیلتر، گروپ کردن، ارنج کردن، تمامی اینها رو میتونید استفاده کنید و در واقع در قسمت آخر هم که وقتی حالا جی جی پلات متناسب باهاش رو انتخاب کردید، میتونید رنگ بندی های متفاوتی رو استفاده کنید، کپشن های یا لیبل های متفاوتی که میتونید بنویسید و اون آلترناتیو تکستی که چند جا دیدیم بهش اشاره کرده بودن رو میتونید تحت عنوان کپشن یا تایتل به نمودارتون اضافه کنید که میبینید من در واقع نمودار رو که رسم کردم اینجا گفتم که در واقع این yearly average یعنی این متوسط سالیانه برای تعداد پروازهایی هست که من کشور فرانسه رو انتخاب کرده بودم، یک کشور رو خودم خواستم فیلتر کردم انتخاب کردم و در واقع این نموداری که میبینید در رابطه با دیتاست هفته قبل هست و اینم کدهایی هست که در رابطه باهاش نوشتم. پیشنهادی که من دارم اینه که حالا اجازه بدید که من پیج توییتر رو هم بهتون نشون بدم. متاسفانه قبل از این که من توییتر رو به شما نشون بدم اینو هم بهتون بگم، تمامی هفته ها توی پیج یوتیوب دیوید رابینسون قرار میگیره اما با تأخیر هستش، چون تنها کسی که دیدم، یعنی وقتی داشتم سرچ میکردم اوایلش که من توی این زمینه تجربه ای نداشتم، میخواستم فیلم های یوتیوب رو نگاه کنم ببینم که به چه صورت در واقع با تایدی تیوزدی کار میکنن، تنها کسی که دیدم به طور مستمر و منظم روی پروژه های تایدی تیوزدی داره کار میکنه دیوید رابینسون هستش.
اگر خواستید که فیلم های یوتیوب رو نگاه کنید که بهتون آموزش بیشتری بده یا گاید بیشتری بهتون بده، سرنخ‌هایی بده که بتونید استفاده کنید، در واقع پیج دیوید رابینسون هست که همینطور که میبینید کلن پیج یوتیوب این فرد فقط روی تایدی تیوزدی هستش، اما یه مقداری عقب هست، یعنی آخرین پستی که گذاشته مربوط به 3 ماه پیش هست. اما اگر که فقط ما هدفمون این باشه که توی زمینه تایدی تیوزدی تجربه کسب کنیم، همین ماهای گذشته هم میتونیم بهمون کمک کنه تا اینکه خودمون دستمون راه بیفته و در واقع توی این زمینه اکسپرت بشیم و بتونیم خودمون هر هفته رو به صورت آپدیت خودمون کار کنیم. پس بنابراین من بهتون پیشنهاد میکنم که اول این یوتیوب های این در واقع فیلم هایی که قرار داده شده توی پیج دیوید رابینسون رو نگاه کنید و بعدش شما دیگه خودتون انقدر اکسپرت میشید توی این زمینه که میتونید خودتون خلاقیت داشته باشین و نمودار متناسبش رو هم پیدا کنید. و پیشنهاد میکنم که اگر خواستید توی توییتر گرافتون رو بارگذاری کنید، بهتره که حتما پایینش حالا اون آیدی توییتر خودتون رو بنویسید تحت عنوان همین کپشن هایی که اینجا وجود داره. میتونید حالا یک ساب تایتل دیگه اینجا ایجاد کنید و آیدی توییترتون رو بنویسید که پایین گراف آیدی توییتر خودتون ثبت بشه و در واقع خیلی جذابتر بتونید هر هفته گرافی که متناسب با خودتون هست و خودتون توی اون قضیه توی اون رسم و اون گراف زحمت کشیدین به نام خودتون ثبت بشه. و خب همینطور که اول جلسه هم گفتم، حتما حتما از هشتگ تایدی تیوزدی استفاده کنید، چرا که خود تایدی تیوزدی توی توییتر در واقع یک ربات داره، ربات تایدی تیوزدی هستش که وقتی شما از هشتگ تایدی تیوزدی استفاده میکنید بلافاصله توییت شما رو ریتوییت میکنه و باعث میشه تمامی کسانی که پیج تایدی تیوزدی رو توی توییتر دارن بتونن ببینن و باعث میشه که در واقع کامیونیتی شما با افراد بیشتر بشه، کسانی که دارن تایدی تیوزدی کار میکنن شما رو بشناسن و همینطور شما هم در واقع میتونید اونا رو ببینید و فالو داشته باشین که در گذر هفته های متفاوت به شما ایده بده که چه نمودار متناسبی میتونید رسم کنید. نگاه کنید، همینطور که بهتون گفتم، من به خاطر اینکه در واقع توی پیج توییتر توماس موک و هدلویک هام رو فالو کردم، ببینید هر هفته میاد دیتا ست رو قرار میده و وقتی که نوتیفیکیشن رو روشن کرده باشید براتون نوتیفیکیشن میاد که این هفته دیتا ست رو قرار داده و به این صورت همینطور که میبینید پیج اصلی که خود توماس موک هم توی توییتر داره اشاره کرده به تایدی تیوزدی که وقتی ما با هشتگ تایدی تیوزدی میایم توییتر رو سرچ میکنیم، اگه توماس موک رو یا تایدی تیوزدی رو توی توییتر سرچ کنید یا با هشتگ های متناسبش میتونید در واقع دیتا ست هایی که میذاره، کنفرانس ها یا پکیج های جدیدی که گذاشته میشه هم. در آخر من میخوام یه نکته دیگه رو هم بگم، همینطور که بهتون گفتم تایدی تیوزدی از سال 2018 راه اندازی شده، اما اخیراً با توجه به مسئله‌ای که در واقع
ممنوع شدن سقط جنین در آمریکا اتفاق افتاد، بلافاصله یک کامیونیتی شکل گرفت تحت عنوان تایدی رینبو و خود هدلی ویکهام و توماس موک هم توی پیجشون اومدن و در رابطه با این تایدی رینبو هم توضیح دادن و گفتن که به خاطر این قانونی که در آمریکا قرار داده شد که سقط جنین ممنوع شد، اومدن این کامیونیتی را اندازه کردن تحت عنوان تایدی رینبو. همینطور که از اسمش مشخصه، اینجا هم توضیحاتش گذاشته شده، تایدی رینبو هم یک در واقع کامیونیتی هست شبیه به تایدی تیوزدی. دقیقا اون هم یک دیتا پروژکت هایی رو در واقع تعریف میکنه که هر دو هفته ای، ببینید اینجا خودش توضیح داده، هر دو هفته ای یک دیتا ست رو درون پیج گیت هاب تایدی رینبو قرار میدن. ببینید اینجا دیتا ستش وجود داره، حالا من توضیحات رو اینجا پایینش نشونتون بدم و بعد میایم دیتا هاش رو نگاه میکنیم. هر دو هفته ای برخلاف حالا تایدی تیوزدی که هفته ای می اومد دیتا ست قرار میداد، تایدی رینبو هر دو هفته یک بار دیتا ست رو قرار میده توی پیج گیت هابش و مجددا اینجا هم تاکید کرده که این پروژه هم باز یک ورژنی از R4 دیتا ساینس هستش که با استفاده از پکیج تایدیورس به ما کمک میکنه که ما بتونیم در این پروژه شرکت داشته باشیم. ولی اگر ما میخوایم از این دیتا ست ها استفاده کنیم، حتما باید هشتگ تایدی رینبو رو بزنیم. چرا که تفاوت این با تایدی تیوزدی این هستش که دیتا تأکیدی که داره، این دیتا ست برای افراد LGBTQ هست که حالا همینطور که میدونید افرادی که حالا افراد رنگین کمانی هم بهشون گفته میشه که ترنس ها هستند یا در واقع هموسکشوال ها هستند. دیتا ستش فقط مختص این موضوعات، این هیته موضوعی هستش. تایدی تیوزدی روی موضوع دیتا ست هیچ محدودیتی نداره، اما تایدی رینبو دیتا هایی که قرار میده در سایت صرفا مرتبط با این مبحث هست که حالا مربوط به افراد LGBTQ هست و در واقع همینطور که میدونید یک سری افراد خاصی که حالا گرایش های جنسی خاصی دارن و قوانین شبیه به همون تایدی تیوزدی هست. آلترناتیو تکسی که باید ارائه بدین، کانتریبیوتی که میتونید توی دیتا ست ها داشته باشی و خب وقتی میایم اینجا دیتا ست ها رو نگاه میکنیم، ببینید همینطور که بهتون میگم تقریبا از چند وقتی نیست که این قانون گذاشته شد در آمریکا، 16 روز پیش این دیتا ست کلن این کامیونیتی راه اندازی شده و از سال 2022 یعنی تو 16 روز پیش. حالا من نگاه می کردم اومده تا برج 10 دیتا ست رو گذاشته، اما اینا خالی هستن، یعنی فقط تایتل و تاریخش رو زده، اما وقتی که روی این دیتا ست کلیک می کنیم ببینیم که خشونت حالا در واقع خشونت های جنسی رو اومده مطرح کرده، یا مثلا فرض کنید که خود دیتا ستی که ببینید اولین دیتا ستی که گذاشتن به مسئله سقط جنین هست در آمریکا و همینطور که میبینید دقیقا شبیه به تایدی تیوزدی دیتا دیکشنری رو هم داره، توضیح داده که اینجا این دیتا ست مربوط به چی هست، هر کدوم از متغیرها رو تعریف کرده و اینجا هم توضیح داده که چرا این دیتا ست مربوط هست به مبحث تایدی رینبو و توضیح داده که در واقع اینکه سقط جنین ممنوع شد در واقع محدودیت های ایجاد کرد از نظر قانونی یا از نظر سقط های سیفی که میشد داشته باشن و حالا در واقع این
ممنوعیت باعث شد که چه عوارض و ساید افکت هایی داشته باشه. من توضیحات دیگه ای ندارم، اگر که سوالی دارید بفرمایید، من در خدمتتون هستم. من تشکر میکنم از خانم جوانمردی. من عذرخواهی میکنم بابت صدام که گرفته بود یا تک سرفه هایی که میکردم. خواهش میکنم، خیلی ارائه عالی بود و خیلی موضوع جذاب و جدیدی بود، خیلی لذت بردیم. ممنونم از اینکه وقت گذاشتین و ممنونم از اینکه با این حالی که داشتیم و با این شرایط داشتیم اینقدر متحد بودیم که این ایونت رو برگزار بکنید. ممنونم ازتون، سپاسگزارم. دوستان اگر کسی سوالی داره بفرمایید، وگرنه که ما از حضورتون مرخص بشیم.